چیزی که الان هم اسرائیل هم دولت بایدن دارن سعی میکنن اینه که جنگ غزه به خارج از این باریکه نرسه و فراوانتر نشه، وسیع‌تر نشه. و برای همین هم هست این به نظر من حالت بازدارندگی، سیاست بازدارندگی که بایدن با فرستادن ناوهای آمریکایی به نزدیک خلیج فارس و نیروهایی که بیشتر داره میفرسته، 2500 نیروی دریایی بیشتری فرستاده، 900 تا نیروی هوایی برای دفاع، برای حمایت هوایی فرستاده به خاورمیانه، اینجا نشون میده سعی در بازدارندگی داره که جمهوری اسلامی وارد جنگ نشه. منظور از جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن خود جمهوری اسلامی نیست، حزب الله هست و گروهایی که در عراق هستن که تا الان فقط هدفشون یا سیاستشون حمله کردن به پایگاه‌های نظامی آمریکایی بوده. و این باعث میشه که حتی در سخنان خود فرماندهان و خود نتانیاهو هم اسرائیل از اینکه مستقیما به ایران در این نقش باشه در هفته اکتبر تا الان خودداری میکنه، خود دنبال مدارک میگردن، داکیومنت وجود نداره. اینجا تماما به نظر من بهانه‌هایی هست که نشون بدن نمیخوان درگیر بشن، در به خاطر اینکه آمریکا نمیخواد بعد از جنگ عراق و افغانستان وارد جنگ دیگری در خاورمیانه بشه. و سیاست آمریکا حد که با اوباما شروع شد این بوده که از خلیج از خاورمیانه نیروهاشو خارج کنه و در خاورمیانه سیاست متفاوتی داشته باشه، سیاستی که در بر مبنای منافع اقتصادی باشه، چیزی که چین با قربانی‌هایی که از نظر نظامی آمریکا داد تونست اونجا برای خودش یک سیاست اقتصادی بهتری رو پیاده کنه. و آمریکا این بود که تصمیم گرفت خارج بشه و برگرده به سیاست اقتصادی که همون پروژه راه آهنی که از هند به عربستان و از عربستان به اسرائیل و اسرائیل به یونان بود رو پیاده کنه. و این سیاستی بود که داره و الان هم داره. ولی چیزی که الان بعد هفته اکتبر به نظر من داره تغییر پیدا میکنه اینه که درست خاورمیانه و مشکلات خاورمیانه ممکنه برای اروپایی و آمریکایی به خاطر جغرافیا یا به خاطر بعضی از مسائل زیاد مهم نبوده، ولی چیزی که الان دارن میبینن اهمیت خاورمیانه و تأثیرش بر امنیت جهانی رو داره ثابت میکنه. چطور؟ به نظرم اگه برگردیم به همون آخرین حمله های حوثی ها، اگر حوثی ها یک کشتی رو اگر بخوان مورد حمله قرار بدن، کشتی های تجاری رو یا حملاتی که بر بدریای سرخ گفتن که میتونن انجام بدن با موشک هایی که انواعش رو الان دارن، یعنی پنتاگون داره میگه بعضی از این موشک ها ممکنه برد تا 2000 کیلومتری داشته باشن، اینجا نشون میده که راحت میتونن باعث بشن که در سطح جهانی باعث بحران اقتصادی بشن، باعث بحران انسانی بشن. حالا بحران انسانی شد، جنبش شدی باید توضیح بدیم. اگر جنگ شروع بشه، اگر حالا اقتصادیشو گفتیم که اینجوری تاثیر میذاره، اگر انسانیشو بگیم، اگر حزب الله وارد جنگ بشه و اسرائیل بخواد جواب بده و اینجا ایران وارد جنگ میشه، اینجا بحران‌های انسانی تنها در باریکه غزه و چند هزار نفر نخواهد بود، اینجا به لبنانی‌ها هم ضربه خواهد رفت. اگر با ایران جنگ شروع بشه، اینجا مشکل انسانی و مهاجرت و کوچ انسان از مردم از خاورمیانه به اروپا و باقی موضوعات بحران‌های حتی محیط زیستی هم رو به دنبال خواهد داشت. برای همین هم هست وقتی که در مورد گروه‌های پراکسی گروپ، همین چیزی که در گزارش همکارتون هم بود که جمهوری اسلامی داره از این گروه‌ها حمایت می‌کنه و این گروه‌ها به کمک ایران تونستن در این کشور قدرت به دست بیارن، گروه‌های پراکسی رو اگه بخوایم تعریف کنیم و چطور حمایت می‌گیرن، وقتی که بتونن از اون ارباب خودشون اون منابع مادی رو بگیرن، در کشورهای خودشون به قدرت و یا به منافع خودشون برسن. حالا این پراکسی گروه ها رو نباید کم در نظر گیره و نباید گفت خب جمهوری اسلامی موفق نشده، چون که این پراکسی گروه ها مخرب میتونن یک حرکت مخربی انجام بدن در خاورمیانه و چیزی که توضیح دادم میتونن راحت امنیت بین المللی رو به خطر بندازن.